در جلسه قبل برای درک خصوصیت وفادار محبت خدا به جنبه مخالف وفاداری پرداختیم و اینکه وقتی با عذاب خیانت مواجه میشیم چه اتفاقی میفته امروز همونطور که قول دادم میخوایم به جنبه اصلی این موضوع بپردازیم به شیوه مثبتی که کتاب مقدس درباره محبت وفادار خدا صحبت میکنه قبل از اون باید اعترافی بکنم وقتی توی کالج و مدرسه الهیات بودم به مدت 6 سال زبان یونانی مطالعه کردم و پی زمینه و پایه خوبی برای زبان یونانی کتاب مقدسی دارم با این حال تنها تجربه ای که از زبان عبری داشتم یک ترم توی مدرسه الهیات بود که نصف این ترم رو به خاطر بیماری از دست دادم بنابراین پیش زمینه ضعیفی در زبان عبری دارم در واقع وقتی داشتم از دانشگاه توی هلند به خونه برمیگشتم و به فرودگاه اسکیپول رفتم که به آمریکا پرواز کنم اضافه بار داشتم و پول کافی برای پرداخت جریمه نداشتم برای جبران این مشکل کتاب مقدس ابریام رو توی فرودگاه اسکیپول گذاشتم و اینطور بارم به حد مجاز رسید چون کتاب خیلی بزرگی بود بعد از اینکه به این کشور رسیدم زحمت خرید یک کتاب مقدس دیگر رو به خودم ندادم به خاطر همین دانش عبری من خیلی کمه به سختی میتونم الف باش رو بخونم ولی با کمک لغتنامه میتونم نگاهی بهش بندازم اما به هیچ عنوان محقق زبان عبری باستانی نیستم اما یک کلمه در عبری هست در واقع چند تا کلمه است که من میدونم اما یکی از اون کلمه ها برای مفهوم کامل محبت خدا اونقدر اساسی و مهمه که در عهد عتیق میبینیم که این کلمه بارها و بارها تکرار میشه و اون کلمه خسد هست این کلمه به اشکال خیلی خیلی متفاوتی ترجمه شده گاهی اوقات به عنوان رحمت ترجمه شده گاهی اوقات مهربانی ترجمه شده گاهی اوقات به عنوان محبت اهدی ترجمه شده. رایج ترین ترجمه کلمه رعفت هست و در بعضی موارد با عبارت محبت وفادار خدا ترجمه شده. این مفهوم در اوایل تورات دیده میشه. و کلمه‌ای که برای توصیف رابطه خدا با قوم اسرائیل به کار میره وقتی که خدا اونها رو از اسارت به سوی خروج بیرون میاره و با اونها عهد میبنده که خدای اونها خواهد بود و اونها قوم او خواهند بود پس با سوگند عهد خدا متعهد میشه که قومی رو که از بردگی خارج کرده و شکل داده محبت کنه و زامن این عهد این تفکر خست هست یا محبت پایدار یا رعفت میکاه نبی در عهد عتیق رو به یاد بیارید جایی که مردم سعی میکردند کاری رو بکنن که ما امروز انجام میدیم ما میخوایم همه چیز رو به سه درس ساده خلاصه کنیم و من مطمئنم که این نبی هم توسط مردمی به زحمت افتاده بود که میخواستند کل مسئولیت یک یه یهودی در برابر خداوند عهد رو توی سه عبارت ساده خلاصه کنه و سؤالی که اونجا پرسیده میشه اینه خداوند از شما چه چیزی مطالبه میکنه پاسخی که میکاه نبی از دهان خدا به اونها میده اینه این چیزی است که خداوند از تو میطلبت اینکه انصاف یا عدالت را به جا آوری و رحمت را دوست بداری و در حضور خدای خیش با فروتنی سلوک نمایی یه لحظه دربارش فکر کنید اگه میتونستیم از این عبارت خلاصه شده از این جوهره متراکم شده زندگی خداپسندانه پیروی کنیم کل این روند در سه چیز خلاصه میشد انجام کار درست دوست داشتن رحمت سلوک با فروتنی در حضور خدا حالا بخش دوم این حکم دوست داشتن رحمت در واقع کلمه خسده میکا میگه این چیزیه که خدا از شما میخواد این نه تنها کار درست رو انجام بدید بلکه رعفت، محبت پایدار یا در واقع چیزی رو نشون بدید که من اینجا بهش میگم محبت وفادار من دوستی داشتم که سالها پیش دانشجوی من تو مدرسه الهیات بود الان چندین ساله که کشیشه اون به من گفت که توی خانوادهشون اصطلاحی دارن که خیلی ازش استفاده میکنن. پرسیدم اون اصطلاح چیه؟ گفت توی خونمون میگیم ما به چسب میچسبیم. گفتم به چسب میچسبید؟ من هرگز چنین اصطلاحی نشیدم. یعنی چی که به چسب میچسبیم؟ گفت میدونی ما به چسب میچسبیم. گفتم نه من نمیدونم. منظورت از اینکه به چسب میچسبیم چیه؟ گفت یعنی ما توی خانوادهمون به هم میچسبیم. تحت هر شرایطی میدونید این یکی از زیباترین چیزها درباره واحد خانواده است این رابطهایه که به سختی میشه از اون خارج شد چون شما خیشاوند هستید چون خانواده هستید شما توی این دنیا فقط یک مادر دارید و فقط یک پدر دارید و نابودی این رابطه مصیبت خیلی بزرگیه چقدر عالی میشد که توی کشور ما همه این شعار رو توی خونه‌هاشون میپذیرفتند ما به چسب میچسبیم این اصطلاحیه که میکا درباره اون صحبت میکنه جایی که میگه ما باید رحمت رو دوست بداریم باید محبت پایدار و وفادار داشته باشیم حالا همونطور که گفتم این تفکر محبت وفادار خدا در سراسر اثر سر دیده میشه در بسیاری موارد دیده میشه اما به نظر من واضح ترین ابزار این محبت در کل کتاب مقدس در کتاب حواشی نبی هست درباره آموز میگیم که موضوع اساسی کتاب آموز عدالت خداست انجام کار درست اما موضوع اساسی هوش رفته پس بیایید دقایقی رو به یادآوری پیغام کتاب هوش اختصاص بدیم اجازه بدید از باب چهارم شروع کنم کمی جلوتر میریم توی آیه اول دعوت به گردهمایی رسمی رو میشنویم باب چهار با این کلمات شروع میشه ای بنی اسرائیل کلام خداوند را بشنوید زیرا خداوند متهم میکند یا خداوند را با ساکنان زمین محاکمه ای است حالا اتفاقی که اینجا میافته اینه که هوشه در نقش یک نبی به عنوان یک وکیل مدافع عمل میکنه او یک احساریه میده او دادخواهی خداوند خدای عهد رو به قوم اعلام میکنه قومی که به خدا خیانت کردند و اونقدر بی کردند که مرتکب زنای روحانی شدند و حالا نبی این احضاریه، این دعوت به گرد همایی رسمی رو اعلام میکنه ای بنی اسرائیل بشنو خداوند را محاکمه ای است او نمیگه بیایید با هم کنار آتیش جمع بشیم و به حرف که خدا میخواد به شما بگه گوش کنیم خدا عصبانیه و الان داوری خودش رو بر شما اعلام میکنه حالا سوال اینه که چه چیزی احزاریه این نبی از سوی خدا رو غیر منتظره میکنه خب بیایید نگاه کنیم خداوند محاکمه ای داره چون که نه راستی و نه رفت و نه معرفت خدا در زمین می باشد حالا او اینجا چی میگه؟ نمیگه که شما قوم بی سوادی هستید نمیگه معلومات ندارید نمیگه معرفتی پیچیده ندارید بلکه میگه هیچ راستی در این سرزمین نیست حقیقت و راستی که خدا اینجا داره دربارش صحبت میکنه حقیقت خودشه اینکه حقیقت خدا تیره و تار شده حقیقت خدا نادیده گرفته شده حقیقت خدا مبهم شده کلام خدا رد و انکار شده این چقدر مثل زمان ماست خدا وظایفی رو به اونها میده او گفت این دلیل محاکمه منه چون دیگه حقیقتی نیست و دومن و هیچ رحمتی نیست یا هیچ وفاداری نیست هیچ محبت پایداری وجود نداره من به پایین نگاه میکنم و این رو نمی بینم ای قوم این پایه رابطه من با شماست و من نمیتونم اینو در اسرائیل پیدا کنم راستی، رحمت یا معرفت خدا در زمین نیست عواقب این چیه؟ بیایید بشنویم که چی میگه؟ قتل و دزدی و زناکاری و تعدی مینمایند نمایند بی خدایی دینی و خونریزی به خونریزی ملحق می شود بنابراین زمین ماتم می کند و همه ساکنانش با حیوانات صحرا و مرغان هوا کایده می شوند و ماهیان دریا تلف می گردند و بعد می گه قوم من از عدم معرفت حلاک شدن قوم من قومی که من برگزیدم قومی که از طریق خروج رهایی بخشیدم حالا در حال نابودی هستند نه به خاطر کمبود غذا نه به خاطر کمبود قدرت نظامی بلکه به خاطر عدم معرفت من چونکه تو معرفت را ترک نمودی من نیز تو را ترک نمودم که برای من کاهن نشوی و چونکه شریعت خدای خود را فراموش کردی من نیز فرزندان تو را فراموش خواهم نمود میتونید تصورش رو بکنید میتونید تصور کنید که خدا به کسی بگه من فرزندانش رو فراموش خواهم کرد اما این داوری منه چون تو منو فراموش کردی من تو رو امت کاهنان ساختم من تو رو فرا خوندم که نوری برای امت باشی اما تو وفاداری به عهد و ترک کردی حالا بیاید به باب آغازین هوشع برگردیم و ببینیم که خدا چطور با این موضوع برخورد میکنه کتاب با این کلمات شروع میشه ابتدای کلام خداوند به هوشع خداوند به هوشه گفت برو و زنی زانیه و اولاد زناکار برای خود بگیر زیرا که این زمین از خداوند برگشت سخت زناکار شدند پس رفت و جومر دختره دبلایم را گرفت و او حامله شده پسری برای اسرائیل و خداوند وی را گفت او را یزرائیل نام بنه زیرا که بعد از اندک زمانی انتقام خون یزرائیل را از خاندان یهو خواهم گرفت و مملکت خاندان اسرائیل را تلف خواهم ساخت و در آن روز کمان اسرائیل را در وادی یزرائیل خواهم شکست فرزند تو نشانهای برای اتفاقات آینده خواهد بود پادشاهی شمالی نابود خواهد شد و به اسارت خواهد رفت به خاطر همین از تو می‌خوام که این بچه رو یزرائیل نامگذاری کنی پس بار دیگر حامله شده دختری زایید و او وی را گفت او را لوروحامه نام بگذار که یعنی دیگر رحمت نخواهم کرد زیرا بار دیگر بر خاندان اسرائیل رحمت نخواهم فرمود بلکه ایشان را از میان بلکل خواهم برداشت پایان خسد تو منو رد کردی من تو رو رد میکنم این طلاقنامه ایه که خدا به قوم زناکار میده او را لوروهامه نام بگذار زیرا بار دیگر بر تو رحمت نخواهم فرمود اما بعد میگه لیکن بر خواندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به یهوه خدای ایشان نجات خواهم داد و ایشان را به کمان و شمشیر و جنگ و اسبان و سواران نخواهم رانید پس هنوز امیدی برای بقیتی که فدیه خواهند شد باقی میگذاره و چون لوروحامه را از شیر باز داشته بود حامله شده پسری زایید و خدا گفت این چیزیه که احساس میکنم کنم قسمته او گفت نام او را لوامی بخوان که در واقع یعنی قوم من نیستید اسم پسرت رو بزار قوم من نیستید یادتون باشه که این اعلانی از جانب خدا به ملتیه که اونها رو متولد کرده پرورش داده و بهشون گفته شما قوم من خواهید بود من خدای شما خواهم بود و حالا میگه لو امی قوم من نیستید چون شما قوم من نیستید و من خدای شما نخواهم بود لیکن این کلمه در کتاب مقدس خیلی مهمه میگه لیکن شماره بنی اسرائیل مثل ریگ دریا خواهد بود که نتوان پیمود و نتوان شمرد و در مکانی که به ایشان گفته میشد شما قوم من نیستید در آنجا گفته خواهد شد پسران خدای حی می باشید و بنی یهودا و بنی اسرائیل با هم جمع خواهند شد و یک رئیس به جهت خود نصب نموده از آن زمین بر خواهند آمد زیرا که روز یزرائیل روز عظیمی خواهد بود به برادران خود امی قوم من بگویید و به خواهران خیش روحامه اینجا دوباره خسد ظاهر و آشکار میشه پس اعلان آخر پایان داستان لوامی نیست بلکه امیه شما قوم من خواهید بود و من به محبت پایدار به محبت وفادار خودم نسبت به شما ادامه خواهم داد در ضمن باب دوم میگه مهاجهه نمایید با مادر خود مهاجهه نمایید زیرا که او زن من نیست و من شوهر او نیستم لحاظ زنای خود را از پیش رویش و فاحشگی خیش را از میان پستانهایش رفع نماید مبادا رخت او را کنده وی را به رهنه نمایم و او را مثل روز ولادتش گردانیده مانند بیابان واگذارم و مثل زمین خشک گردانیده به تشنگی بکشم و اعلان داوری در سراسر باب دوم ادامه داره بعد به اواخر باب دوم میرسیم به آیه 19 که امید برای آینده است و خدا میگه و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رعفت و رحمانیت نامزد خود خواهم گردانید دوباره تو رو نامزد خودم میکنم و صرف نظر از زنای تو دوباره با تو ازدواج می کنم خسد من در این رابطه پیروز خواهد شد آنگاه یهوه را خواهی شناخت و او را برای خود در زمین خواهم کاشت و بر لور و رحمت خواهم فرمود و به لوامی خواهم گفت تو قوم من هستی و او جواب خواهد داد تو خدای من می باشی و حالا دستورالعملها در باب سه به داده میشه و خداوند مرا گفت بار دیگر برو و زنی را که محبوبه شوهر خود و زانیه می باشد دوست بدار چنانکه خداوند بنی اسرائیل را دوست می دارد. با آنکه ایشان به خدایان غیر مایل می باشند و قرص کشمش را دوست می دارند. پس او را برای خود به پانزده مسقال نقره و یک هومر و نصف هومر جو خریدم و او را گفتم برای من روزهای بسیار توقف خواهی نمود و زنا مکن و از آن مرد دیگر ما باش و من نیز از آن تو خواهم بود و ما با پیروزی محبت خدا دوباره این ازدواج مجدد پر رو داریم اما توجه کنید که او باید بره و عروسشو از بردگی بخره اگر به خروج و به قوانین تقدس مراجعه کنید قوانین عجیبی رو به یاد میارید که اونجا تنظیم شده و در مورد اینه که چطور کسانی که به عنوان خادمین خریداری شده بودند باید با بهای نکاه بازخرید میشدند اگر مردی برشکست میشد و به کسی مغروز بود میتونست قلام خریده شده اون شخص بشه و قرضش رو به این طریق بپردازه و اگه با زن و فرزندانش وارد اون اسارت میشد و هفت سال کامل کار میکرد موقع آزادی زن و فرزندانی که با خودش آورده بود هم آزاد می شدن. اما در کتاب خروج چیز خیلی عجیبی به ما گفته شده اینکه اگر این شخص در دوران خدمتش ازدواج کنه و با یکی از خادمان یا شاید حتی دختر اربابش ازدواج کنه و بچه دار بشن وقتی زمان آزادی او برسه خودش میتونه آزاد بشه اما نمیتونه زن یا بچه هاشو با خودش ببره او باید بعد از پرداخت قرضش از اونجا بره باید به اندازه کافی ثروتمند بشه تا بتونه از زن و فرزندانش مراقبت کنه و بعد برگرده و بهای نکاح رو پرداخت کنه تا بتونه زنشو بازخرید کنه و این اصل مرموز در اسرائیل عهد عتیق در عهد جدید به عنوان طریقی برای توصیف خدمت با شکوه مسیح ارتقا پیدا کرده اینکه مسیح میاد و عروسشو از بردگی شیطان میخره مسیح بهای نکاح رو میپردازه این موضوعیه که وقتی پولس میگه شما از آن خود نیستید بلکه به بهایی خریداری شده اید شما با خون مسیح خریداری شده اید داره به اون میپردازه اون عروسشو خریده و اونو از بردگی خریداری کرده این دقیقا مطابق اتفاقیه که در داستان جومر و پوشه و در قوانین خروج داره میفته پس محبتی که خدا به وسیله اون رحمت و وفاداری پایدارش رو برای ما به کار میبره به وضوح نشون داده شده جوهره خسد بر روی صلیب دیده میشه زمانی که مسیح ما رو از بردگی میخره نهایتا این اصل در نامه پولس به رومیان دیده میشه وقتی بعد از اینکه به شکوه و عظمت مشیت خدا که به وسیله اون ما در خانواده او پذیرفته شدیم و قبلا بهش نگاه کردیم میپردازه در آیه ۳۱ از باب ۸ میگه پس به این چیز چه گوییم هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما این عبارت لاتین یکی از پر عبارات در سراسر تاریخ کلیسا است دئوس خدا با ماست این کل مفهوم محبت وفادار رو نشون میده پس چه بگوییم اگر همه به ضد ما باشند چی میشه اگر خدا با ماست مهم نیست که کی به ضد ماست او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه جمعی ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود آیا خدا که عادل کننده است کیست که بر ایشان فتوا دهد آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخواست آنکه به دست راست خدا هم هست و ما را نیز شفاعت می کند؟ حالا اینجا سوال بدیهی رو می بینیم که فقط میتونه یه جواب داشته باشه کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قهد یا اوریانی یا خطر یا شمشیر چنانکه مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان زب هشمرده میشویم بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود زیرا یقین می دانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر توجه کنید که هدفی نبودی که این فهرست یک فهرست جامع باشه بلکه فهرستی توضیحی یا نشان دهنده است هیچ یک از اینها قدرت نخواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما مسیح عیسی است جدا سازد ببینید وقتی پولس میگه کیس که ما را از محبت مسیح جدا سازد پاسخ این سوال اینه هیچ چیز هیچ کس هیچ قدرتی چون خسد محبت وفادار خدا نه تنها ازلیه نه تنها محبت مقدسه بلکه یک محبت تغییرناپذیره محبتیه که جدا ناشدنیه تا ما که محبت پدر رو داریم الان و تا ابد این محبت رو داشته باشیم